با درود به هممیهنان گرامی، دوستداران تاریخ و فرهنگ میهن گرامی من ایران و کسانی که در راه‌های تاریخ ایران، در گذرگاه‌های تاریخ ایران تا حالا در 22 گذرگاه همسفران هم بودیم. در آخرین برنامه رسیدیم به یکی از چهره‌های درخشان و ارجمند تاریخ ایران زمین، یعنی آریوبرزن، سردار بزرگ پارسی که با تمام یارانش و خواهرش جوتاب در تنگ تکاب در مقابل سپاهیان اسکندر مقدونی ایستاد و اگرچه اسکندر به اون پیام داد که اگر شمشیر بر زمین نهی یکی از سرداران من خواهی بود و همه چیز در اختیار تو خواهم گذاشت، ولی آریوبرزن نپذیرفت. آریوبرزن خیلی جوان بود، وقتی که به خاک افتاد به نظرم هنوز 40 ساله نبود، ولی از دیرباز تا کنون انسان‌های ارجمند و بزرگ در سرفصل‌های مهم زندگی خودشون تصمیم می‌گیرن. شاید این همون شعله‌ای است، همون وجدانی است که به قول یکی از فیلسوفان، الان به درستی یادم نیست، کانت هست یا هگل، میگه آسمان پرستاره‌ای که در فراز سر من است و شعله کوچک وجدانی که در قلب من است گواهی می‌دهد که جهان بیهوده نیست. و آریوبرزن انتخاب خودش رو کرد و در راه ایران به خاک افتاد در کنار سربازانش و برگی زرین و افتخارآمیز از شرافت و هویت سرزمین خودش و مردم سرزمین خودش و سرداران سرزمین خودش رو به تماشا گذاشت. من درباره آریوبرزن زیاد هم نوشتم هم صحبت کردم و یک بار هم طی مقاله مفصلی مقایسه کردم با مسامحه به اسم عاشورای ایرانی و اینکه چرا ما سرداران خودمون رو گرامی نمی‌داریم و سرداران سایر ملل رو که به تاریخ و هویت ما ربطی ندارند گرامی می‌داریم. علتش هم مشخص، هویت زدائی و جعل تاریخی که آخوندها به خصوص از دوره صفویان کردند و سعی کردند هویت ما رو پاک بکنند و هویتی جدید به ما بدند که متاسفانه موفق شدند و حاصلش هم همین تحول 22 بهمن 1357 بود که ملتی برای آزادی به پا خواست ولی از چاله در آمد و به چاه ویل افتاد. به هر حال نکته ای که میخوام تاکید بکنم اینه که ما باید هویت خودمون رو پاس بداریم و باز هم در طول این برنامه ها هر جا لازم شد و در گرهگاه های تاریخ ایران به این مسئله اشاره خواهم کرد. شکست آریوبرزن راه رو برای سپاهیان اسکندر گشود. همینجا تاکید بکنم که شکست آریوبرزن به خاطر موقعیت استراتژیکی که در تنگ تکاب گرفته بود در حقیقت حاصل یک خیانت بود، حاصل خیانتی که به اسم لیکیانی یا کیلیانی که راه را از پشت نشون داد و موفق شدند که سردار رو و هم و خواهرش یوتاب رو و سپاهیان دلیری رو که تا آخرین دقیقه به فرماندهشون وفادار موندن و میهنشون درو کنند و به خون بکشن. بعد از شکست آریوبرزن راه اسکندر به سوی پرسپولیس، یعنی یکی از پایتخت‌های دوگانه نخستین امپراتوری عظیم در صحنه جهان، تاکید می‌کنم هخامنشیان تنها بزرگترین دولت رو در ایران تشکیل ندادند، بلکه بنا به گفته هگل فیلسوف نامدار
که تاریخ رو نیز خیلی خوب میشناخت، هخامنشیان به دست کوروش بنای نخستین امپراتوری عظیم، یعنی عظیمترین امپراتوری رو در دوران خودشون در سطح جهان اون روزگار خلاصه بنا کردند و شکست آریوبرزن راه رو به سوی پرسپولیس، زیباترین شهر اون روزگار در سراسر جهان، این رو تاریخ نویسان تأکید کردند، گشود. تاریخ رو معمولا تاریخ نویسان فشرده می نویسند، اگر حتی با غرض هم ننویسند خلاصه می نویسند. مثلا ما آتش زدن تخت جمشید رو در ذهنمون پررنگ شده، یا کشتار نیشابور در زمان مغولان، یا کشتار آقا محمد خان در کرمان و همچنین ارمنستان و نیز لشکرکشی های شاه عباس، ولی زیاد توجه نمی کنیم که در این کشاکش چه گذشت، چه چیزهایی از بین رفت. فقط ماجرا آتش زدن یک شهر نبود. وقتی که تخت جمشید فتح شد و ویران شد، گذشت از جنایات و بیرحمی هایی که لشکریان اسکندر انجام دادند، همینجا بگم که در حقیقت اسکندر اون هم اون روزگار، یعنی حدود 2800 سال قبل، یعنی 300 سال 300-500 سال قبل از میلاد مسیح، 300 سال تقریبا قبل از میلاد مسیح، فرهنگ و اخلاق مثل روزگار ما نبود که انسان اخلاق خودش رو آفریده باشه. ما انسان ها موفق شدیم که اخلاق رو نیز جلو ببریم در سطوحی، اگرچه جهان هنوز بسیار در بعضی زمین ها تاریک و بیرحمه، ولی انسان موفق شده از اون کشتارگر بیرحم تبدیل شده به کسی که امروز به خاطر زندگی حیوانات هم مبارزه میکنه، اعتراض میکنه، جنگل ها رو میخواد حفظ بکنه و گوش نمیخورن خیلی از انسان ها. در هر حال در اون روزگار بیرحمی فراوان انجام شد، کشتار فراوان انجام شد، تجاوز به زن ها و کودکان واقعا بی حد و مرز بود. و در کنار این باید توجه داشته باشیم که تخت جمشید و پرسپولیس، این شهر زیبا پایتخت هخامنشیان، مرکز اسناد فرهنگی و مذهبی بزرگترین امپراتوری تاریخ ایران بود. یعنی اسناد هویت ایران، شناسنامه ایران در این شهر بزرگ حفظ میشد که متاسفانه بخش عظیمی از اونها در این حمله و هجوم از بین رفت و نابود شد. درباره آتش زدن تخت جمشید، جایی که قلب یک دولت عظیم در اون میتپید و به گفته دیودور از مورخین قدیم اشاره میکنه که در اون روزگار در زیر آفتاب و در سراسر جهان شهری و سرزمینی به زیبایی و ثروتمندی پرسپولیس نبود. بله، اینجا پایتخت بزرگ تمام مشرق زمین بود. این پایتخت به غارت رفت، به خون کشیده شد، آتش زده شد، ویران شد، سربازان مجسمه ها و طلاها رو غارت می کردن، اسناد فلسفی و دینی سوخت. این ملت ایران، من یک مثال براتون بزنم، یک بار یک هوشمندی می گفت اگر شما در بیابانی در حاشیه شهری که در افق اون شهر رو میبینید یک دونه فندک الکترونیک پیدا کردید و مطمئن بودید که در اون شهر ساخته شده، مطمئن باشید در اون شهر دوچرخه میسازن، موتورسیکلت میسازن، ماشین میسازن. زیرا تکامل اجتماعی یه چیزی نیست که مثلا یه ملتی فقط یک شیء رو ایجاد بکنه. همینطور درباره دولت هخامنشیان با توجه داشته باشید، دولتی که موفق شده بود دو سه قرن بزرگترین امپراتوری داشته باشه،
در زمینه‌های مختلف، مذهبی، پزشکی، نجوم، شهرسازی، آبیاری، اینها تجربیات عظیمی رو داشت که اسناد اینها متاسفانه از بین رفت و یکی از بدترین ضرباتی که زده شد از بین رفتن خلاصه نسخه اصلی اوستا، این درخشانترین و پرمحتواترین کتاب مذهبی ایران بود که آتش زده شد و از بین برده شد. نسخه اصلی کتابی که بدون تعصب وقتی نگاه بکنیم میبینیم که در بازمانده های این کتاب، من جمله در گات ها، نگاهش به جهان چقدر زیبا و وسیع و عمیقه که بارها در بحث های تاریخ، در بحث های فرهنگی، در بحث های جامعه شناسانه، چه اینجا و چه در رسانه های دیگه من تاکید کردم که توجه بکنیم که مسئله سر تعصب مذهبی به زرتشت یا غیر زرتشت نیست. مسئله توجه به یک واقعیت تاریخی است. کتابی که در آغاز گاتا میگه که و اهورامزدا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید، همین سرخط رو اگر ما عمیق بشیم میبینیم که چه گستره ای داره. اهورامزدا پروردگاری است موندیال، یعنی کل هستی رو خلق میکنه و نه ایران رو و نه ایرانیان رو. و انسان را آفرید، نمیگه اهورامزدا اقوام ایرانی را آفرید، و شادی را برای انسان آفرید. از همین فراز در رگ و ریشه کتاب اصلی که به آتش سپرده شد ما نشانی از شونیزم و ناسیونالیزم و خلاصه ایرانی گرایی خشن و شدید که اقوام دیگر را کشتار بکنیم نمیبینیم. اگر هم در طول تاریخ پادشاهان سرکوب کردند و لشکرکشی کردند، ربطی به این اثر فلسفی و آیین زرتشت نداره. یا اگر مغان زرتشتی بعدها در دیواره دستگاه حکومتی خلاصه به عنوان نگاهبانان قدرت استبداد تلاش کردند، باز هم ربطی به زرتشت نداره. و اینجا یه نکته رو من درباره اوستا اشاره بکنم که ما وقتی به متون اصلی مراجعه میکنیم، فارغ از روند تاریخ میتونیم خوبی یا بدی کتاب ها رو ببینیم. مثلا کتابی که شادی رو برای انسان می آفرینه و اهورامزدایی که خلاصه پیغام آورش قطع درختان رو مکروه می دونه، سگ رو موجودی قابل احترام می دونه، کشتن حیوانات رو ممنوع می کنه، با آیینی که علناً در ده ها خلاصه سطر خودش، در بخش های خودش، در کتاب اصلیش تأکید میکنه که آدم ها رو زنده زنده میسوزانند و فلز مذاب اونها می نوشانند. اینجا توجه بکنیم، اینجا یک تفاوت اصلی است، چون تاریخ رو ما نمیخوایم فقط قصه تاریخ رو بگیم، میخوایم از تاریخ درس بیاموزیم. در متن اصلی دو کتاب که پیش رو داریم، اوستا و کتاب آسمانی که رسول الله آورد، فارغ از فرهنگی که بعد خلق شد و فارغ از کارکردهای سیاسی اجتماعی، خود این کتاب ها رو وقتی بررسی میکنیم نکات بسیار جالبی داره. یکی رو شادی سهم میذاره، یکی رو سوک، یکی روی احترام به طبیعت، یکی نه، یکی انسان رو خلاصه بر پهنه جهان می آفریند با شادی، دیگری تهدید به سوختن و نابودی، حتی گناه کنم. البته همینجا تأکید بکنم که در شرعیات آیین زرتشت نیز بعدها بسیاری چیزها اضافه شد، شکنجه ها، آدم سوزی ها، اینها، ولی نسخه اصلی این چنین نیست. در هر حال این نسخه اصلی متاسفانه با آتش کشیده شد و به راستی اگر که پرسپولیس به آتش کشیده نشده بود و این اسناد باقی مانده بود، شاید امروز سرنوشت ما چیز دیگری بود و ما بر ستونهای هویتی بسیار نیرومندتر در مقابل
حکومت آخوندها میتونیم برپا بیستیم، اگرچه همین قدر هم که مانده است باز هم به مثابه خورشیدی، به مثابه فورانی از نور در کنار هویت ایرانی ایستاده. و همینجا من اشاره بکنم که باز از تاریخ، خلاصه حرکت تاریخ رو ما مارپیچه ادامه بدیم یا نخطی، همین امسال 7 آبان تمام تلاش حکومت آخوندها این بود که از تجمع مردم بر سر جایی که موسوم به آرامشگاه کوروش هست، در روزی که کوروش بابلون رو فتح کرد، جلوگیری بکنند. برای اینکه میترسند از هویت گذشته ایران، برای اینکه اینها کارشون هویت زدایی بوده، یعنی کاری که اسکندر کرد با ارتش کرد و کاری که آخوندها کردند قرنها با روزخانی، یعنی ارتش ملاها برای نابودی اسناد و مدارک و جانشین کردن ترهات و یاوهایی که خودشون به هم بافته بودند به عنوان سند حدیث و بند و بساط و اینها، اینا با روزخانی کردند، هویت زدایی کردند، ما رو بازآفرینی کردند به مثابه انسان ایرانی تراز آخوند و سوار شدن بر گرده سرنوشت ما از سال 57. با این همه میبینیم که به طور خودجوش وقتی که مردم زیر فشار قرار میگیرند، فرزانگانشون به سوی هویت واقعی خودشون میرن و سعی میکنن هویت جعلی رو به دور بریزند. و اگر که پرسپولیس نسوخته بود، شاید ایران واقعا سرنوشت دیگری داشت و اسکندر خدمت بزرگی با آتش زدن پرسپولیس و از بین بردن اسناد به ملایان امروزی کرد و مورخین ملایان، به طوری که هستند کسانی که خلاصه ادعا میکنند که اصلا ایرانیان قبل از اسلام اصلا یک ملت وحشی بودند که هیچ تمدنی نداشتند و تمدن اونها با اسلام شروع شد، که البته اینها به جایی نخواهد رسید، برای اینکه خوشبختانه تنها اسناد در تخت جمشید نبود، مورخان بسیار چیزها رو ثبت کرده بودند. و نیز این آتش سوزی در کنار این همه ویرانی یک خدمت بزرگی هم به تاریخ ایران کرد و این هم پخته شدن الواح گلی بود، لوح‌های گلی بود که تبدیل شد به آجر و اینها از زوال مصون ماند و بعدها خلاصه باستانشناسان موفق شدند با خواندن این الواح بخش هایی از سرگذشت و سرنوشت ایران دوره هخامنشی رو ببینند. بازم من چند تا نمونه رو من جمله اسنادی که آمستد مورخ ضد ایرانی می نویسه، میگه که اسکندر در نامه های خودش با افتخار از کشتار اسیران پارسی یاد می کند. تنها تخت جمشید ویران نشد، بلکه تخت جمشید مرکز چندین شهر بزرگ بود در پیرامون خودش که تمام این شهرها نیز ویران شد و خراب شد. زنان و کودکان به خاطر لباسها و زینت آلاتشان دزدیده می شدند. همه چیز آنها به غارت می رفت، خودشان فروخته می شدند. کار تجاوز و غارت به جایی رسید که مردم پرسپولیس دست به خودکشی دست جمعی زنند. نخست دختران و پسران جوان خود را می کشتند و بعد خودشان را می کشتند. پلوتارک می نویسه آنقدر طلا و جواهر و غنیمت از خزانه های سلطنتی به دست آمد که 10,000 گاری که با قاطرهای قوی کشیده شود و 5,000 شتر فقط برای حمل گنج ها و غنامی که از استخر به دست آمد و به غارت رفت لازم بود. باز آمستد می نویسه که گنج های تخت جمشید به حساب در نمی آمد. این شهر ثروتمندترین شهر جهان در آن هنگام بود. در هنگامی که غارت ادامه داشت، اسکندر فرمان کشتار عمومی رو صادر کرد و میگن این کشتار عمومی درخواست یونانیان اسیری بود که سالها در پرسپولیس زندگی میکردند. زنها رو کشتند
و اینقدر این ماجرای تجاوز و غارت سنگین شد که یونانی ها به خاطر به دست آوردن زنهای زیباتر یا دخترها و پسرها و طلا و جواهر شمشیر کشیدند بروی همدیگه و همدیگه رو میکشتند. حالا شما صحنه رو مجسم کنید، شهری در آتش در حال سوختن و این خودکشی دست جمعی. و شگفتا که تاریخ واقعیتش این چنینه، ولی وقتی در مه اسطوره ها قرار میگیره ما میبینیم که اسکندر تبدیل میشه به یک قدیس، کسی که به ظلمات میره، به سرزمین و ظلمات در افسانه ها و دنبال آب حیات هست و با خضر نبی ملاقات میکنه و مینشینه در فرهنگ مردم و اساسا از اون اسکندر خلاصه ویرانگر جنگاور نیرومند تبدیل میشه به یک چهره قابل قبول. و در این رابطه است که ما میبینیم که مردم گاه بیگاه اسم این ویران کننده ایران و آتش زننده تخت جمشید و کشتارگر مردم رو بر روی فرزندانشون میگذارند و توجه نمی کنند که چه بر سر اونها آورده. اگر یونانی ها بگذارن تعجبی نیست. و همین رو من در رابطه با مهاجمانی که پس از ساسانیان حمله کردند، یعنی سپاهیان ارتش اسلام، تذکر میدم که در تاریخ واقعی ما ایران سرزمینی بود که مورد غارت قرار گرفت. ده ها و صد ها سند وجود داره. اینها که اومدند هیچ رحمت و رهایی نیاوردند، غارت کردند، زنها رو فروختند، مردم رو کشتند، تخت جسد در سیستان درست کردند، در گرگان آسیای خون چرخاندند. به قول استاد زرینکوب، مردم ایران ظرف 100 سال 200 بار شوریدند. بابک بلند شد، استاد زیس بلند شد، المغنی بلند شد، شورش سرخجامگان گرگان بود در مقاومت. ولی متاسفانه کسانی که اومدن ما رو بردند و فروختند، ما شاهدیم که این بار نه به صورت تک نمونه مثل اسکندر، بلکه اسامی اونها روی ده ها هزار و میلیون ها دختر و پسر ایرانی گذاشته میشه در طول قرن ها. و هنوز ما به این مسئله توجه نداریم که هویت زدایی و فرهنگ زدایی یعنی چه. و این مسئله خاص شاخه شیعه نیست، بلکه مردمان ارجمند سنی ما نیست، به دلیل اینکه هویتشون رو خلاصه اسلام میدونند و غرق در اسطوره ها هستند و به دنبال سعادت ابدی تاریخ خودشون رو فراموش کردند و آرمیدند در سایه‌سار نام ها و خلاصه حمایت مقدسانی که در آغاز ایران طعمه اونها بود و سرزمین شکار اونها. من این رو به طور ریز دنبال کردم، یعنی حدود 30 سال سانتیمتر به سانتیمتر، نخست برای آگاهی خودم و بعد برای اینکه ناگهانی در اختیار بقیه بگذارم. متاسفانه اینجوری است و لازم بود که این نکته هم اشاره بشه. اینه آتش زدن تخت جمشید و تبدیل به آجر شدن الواح به قول مورخین موجب شد که تخت جمشید مانند مرده ای که از گور برخیزد در قرون بعد به مدد این الواح از جا برخاست. یکی از علل اصلی میگن که تخت جمشید رو اسکندر به خاطر درخواست رقاصه ای به نام تائیس به آتش کشید. این به نظر درست نمیاد تحلیلا، برای اینکه داستان فراتر از این هاست. در حقیقت اون کمپلکس و عقده‌ای که یونانی ها از تسخیر یونان توسط ایرانیان داشتند و به خصوص از لشکرکشی خشایارشا و کشتار گسترده اون در شهر آتن، این در ضمیر یونانی ها نشسته بود و طبیعی بود که وقتی یک جهانگشای شگفت، واقعا اسکندر شگفت، کسی که خودش رو از خدایان میدونست و مقام خدایی برای خودش قائل بود و بیمرگ میدونست، وقتی که ایران رو فتح کرد، پاسخ این عقده رو با آتش زدن تخت جمشید با کشتارهای گسترده
گرفت و ماجرای تائیس نمیتونه درست باشه که به خاطر اگر این کمپلکس نبود اسکندر این کار رو نمیکرد. با این همه اسکندر فقط جنگجوی توانا و شجاعی نبود، هوشمند بود و تیزبین. او به خوبی میفهمید که این آتش زدنها و از بین بردنها نمیتونه خلاصه ایران رو از پایین و از هویت پاک بکنه و علارغم همه کشتارها خودش پس از مدتی مجذوب تمدن و فرهنگ ایرانی شد و با رکسانه دختر یکی از بزرگان سغد ازدواج کرد، لباس ایرانی پوشید، عده‌ای از جوانان ایرانی رو در زمره سپاهیان خودش درآورد، سعی کرد که از طریق ازدواج‌های گسترده یونانی‌ها با ایرانی‌ها نژادی مشترک به وجود بیاره که این تلاش اسکندر خشم یونانی‌هایی رو که به قول معروف خیلی به قول امروزی ها پان یونانیست بودند و نمی‌خواستند نژاد یونانی آمیخته بشه با نژاد ایرانی برانگیخت و عده ایشون کوشش کردند که اسکندر رو ترور بکنند و از این کار جلوگیری بکنند. این توطئه کشف شد و جالبه که تعداد زیادی از همراهان اسکندر از جمله کالینتس خواهرزاده و شاگرد ارسطو، فیلوتاس یکی از بزرگترین سرداران اسکندر، پدر فیلوتاس پارمینیون و کلیپتوس که نزدیکترین دوست اسکندر بود از توطئه‌گران بودند که اسکندر دستور داد که همه اونها رو به قتل برسونند. اجالتاً در گذرگاه 23 به شما بدرود میگم و به زودی همدیگر رو در گذرگاه دیگر از تاریخ ایران باز خواهیم یافت. پایدار و شاد و موفق باشید.